سلام، شنبه 24 بهمن 88، 13 فوریه 2010 میلادی. امروز در مورد 5 موضوع صحبت می‌کنم. موضوع اول بازتاب جهانی 22 بهمن در ایران بود که باز هم روز گذشته ادامه داشت و من سعی کردم که یک جمع‌بندی کلی بکنم. فرض کنید از صحبت‌ها و میزگردی که خبرنگار نیویورک تایمز درش بود تا تیتر روزنامه کریستین ساینس مانیتور، واشنگتن پست، مطبوعاتی مثل بی بی سی جهانی یا سی ان ان یا فاکس، تقریبا همه اینها رو که کنار هم بگذاریم، اصلی ترین موضوعی که در دنیا منعکس شد این بود که روی این زوم کردن مطبوعات دنیا و رسانه‌های دنیا که آدم‌هایی رو آورده بودن، رژیم آورد، پول بهشون داد، غذا بهشون داد و در واقع همونی که ما میگیم آدم‌های اجاره‌ای و ساندیسخور. این شاید اصلی ترین نکته‌ای بود که به زبون‌های مختلف در همه مطبوعات تا اونجایی که من دنبال کردم مطرح شد. موضوع دیگه این خشونت حکومت بود، سختگیریش، کتک زدنش در روز سالگرد انقلاب. موضوع دیگه رفتن به پیشینه انقلاب و اینکه خشونت ورزی چگونه اومده تا به این روز رسیده. پاره مطبوعات مثل همون کریستین ساینس مانیتور تقدیر از جنبش سبز که با همه جو امنیتی و خشونت مردم پا در میدون گذاشتن و نترسیدن، و مسائل دیگه‌ای مثل خبرنگاران خارجی رو که وادار کردن فقط حرفای آقای احمدی نژاد رو منتقل کنن و جاهای دیگه شهر حق ندارن پوششی بدن، یا بستن اینترنت و سانسور خبری و سانسور اطلاع رسانی. تقریبا مجموع مطالبی بود که در دنیا از نمایش حکومت ایران و خشونت ورزی و برخوردش در 22 بهمن منعکس شد. و من اگر بخوام در یک جمله خلاصه بکنم این است که در سطح جهانی، در سطح بین المللی، آنچه که حکومت طراحی کرد در داخل ایران و نمایشی که خودش حالا هم داره عدداشو گنده تر میکنه، دروغاشو بزرگتر میکنه و جالب هم این است که مثل اینکه خودش هم باور میکنه، این مجموعه به طور قطع در سطح دنیا شکست بزرگی رو برای حکومت داشت، برای اینکه به طور کامل آبروی حکومت رو برد و محورهایی رو که مطرح کردم به پیشونی حکومت ایران چسبید. حاصلش هم این شد که تحت فشار مطبوعات دنیا و اخباری که منعکس شد، تقریبا تمام دولت‌های دموکراتیک اروپایی و امریکایی حکومت ایران رو یا محکوم کردند یا اخطارهای شدید و لحن بهش دادن و یا سیاستمدارا در سخنرانی‌هاشون به شدت نقض حقوق بشر، سرکوب و رفتارهای حکومت ایران رو محکوم کرد. نکته دومی که میخواستم بگم، برگردیم به 22 بهمن. این عکسی است که شرکت گوگل منتشر کرد. حتما خیلی از شما این عکس رو دیدید، اما من نکته‌ای که برام جالب به این عکس رو وقتی نگاه کردم این است که 10 دقیقه قبل از شروع سخنرانی آقای احمدی نژاد، گوگل از ماهواره در واقع این عکس رو از میدان آزادی گرفته و منتشر کرده. به قول یکی از بچه‌ها که میگفت وقتی با گوگل در میافتند و جیمیلش رو در ایران میبندن، گوگل هم میتونه اینطوری افشا بکنه و نشون بده که چگونه ادعاهای حکومت تو خالی و پوچه. و باز به قول یکی دیگه از بچه‌ها گفته بود لابد از این به بعد در کنار مرگ بر ضد ولایت فقیه و این مرگایی که حکومت میگه، مرگ بر گوگل رو هم لابد باید اضافه بکنن. ولی نکته جالب این است که این عکس رو نگاه کنید و خالی بودن میدان آزادی با همه ادعاهایی که حکومت کرده. عکس دیگه که از صف در واقع اتوبوس‌هایی که از آسمون گرفته شده، چیده شده و آدم‌ها را آورده و تمام اطراف به اصطلاح مناطق میدان آزادی و جاده قدیم کرج
اتوبوس هایی که آدم ها را آورده و اینم عکس زمینی که صف بلند اتوبوس ها رو مثل یک قطار بلندی که دنبال هم چیده شده داره نشون میده. من از این عکس ها میخوام بیام سر خبری که از داخل حکومت در واقع برای من فرستادن، منابعی که ما داریم. اون منابع نکته‌ای که گفتن جالبه که برنامه ریزی که حکومت کرده بوده، آقایون نوابغ سپاه سهمیه بندی که به استانها کرده بودن که ریزش رو من حالا احتمالاً روزهای آینده اگه فرصت بشه خدمتتون ارائه خواهم کرد، امید داشتن که 320 هزار نفر رو با صرف هزینه سنگین از سراسر ایران، سهمیه هایی که به استانها داده بودن، جمع کنن و بیارن تهران و از خود تهران هم. این سقف کاری بوده که میخواستن بکنن. اولا این عدد 320 هزار منو یاد یک عدد جالب دیگه ای میندازه. در سال 56 بعد از اینکه در تبریز ماجراهای انقلاب شروع شد، بعد از شلوغی در قم، تظاهراتی که در قزوین انقلابیون کردند و تظاهرات سنگین و خشنی هم شد، شاه هم سعی کرد که یک تظاهرات راه بندازه و اسنادی که هست و جالبه که نشون میده اونها هم میخواستن 300 هزار نفر رو در تبریز جمع بکنن که نمیدونم هم چقدر موفق شدن چند نفر اون موقع جمع بکنن، ولی تقریبا بزرگترین تظاهراتی بود که شاه موفق شد جمع بکنه. خیلی عدد جمعیت بزرگی رو در تبریز جمع کرد، حالا تعدادش رو نمیدونم، و خیلی هم روش مانور کردن به طرفداری از شاه و در محکوم کردن خرابکارا و فتنه‌گرا، درست همین لغت ها رو هم به کار می بردن. و جالب اون آدم های اجاره‌ای در واقع همونقدر به درد شاه خوردن که این آدم های اجاره‌ای به درد حکومت خواهند خورد. اما برگردم به این بحث، 320 هزار نفری که اگر حالا چند تاش بودن، به هر حال این میدون آزادیه و به نظر میرسه که تاکتیک حکومت هم این بوده که غیر از میدون آزادی تو مسیرهای هفتگانه هم که داشتن آدمهاشونو تقسیم کرده باشن، برای اینکه در مسیر هم همونجور که همه دیدن با بچهای ما برخورد بکنن و ضمناً در واقع پلیس از اونها حمایت بکنه و بچهای ما رو بزنه، درگیر بشه و سعی بکنه سرکوب بکنه. به هر صورت فکر میکنم این تصویر که کمی هم حالا داره واضح تر میشه که چجوری کار کردن و چجوری آدم آوردن خیلی گویاست. نکته ای که فقط من میخوام اضافه بکنم از اخباری که رسیده و داره تصویر رو در واقع تکمیل میکنه این است که این آدم اجاره و ساندیس خور جمع کردن و این بساط رو درست کردن، به دنبالش در واقع شما میبینید موج تبلیغاتی رو حکومت داره میکنه که همجور که عرض کردم در دنیا هیچ حاصلی نداشته، آبروریزی داشته، اما در داخل ایران دائما داره مسابقه تندروی میذارن آدمهایی که توی حکومت هستن و هی هم دارن عدد رو بزرگتر میکنن، 50 میلیون، 40 میلیون، 60 میلیون، و بیشتر به نظر میرسه که بهره برداری که میخوان بکنن روحیه دادن به خودشونه، به خصوص روحیه دادن به شخص آقای خامنه ای که بگن که مثلا اکثریت ملت با اونهاست. نکته سومی که میخواستم بگم این است که حرکت بچه ها در خارج از ایران در دهه‌ای که گذشت، دهه مقاومت مدنی ملت، کماکان ادامه داره. در لندن هم دیروز تظاهراتی بود، شلوغ شد، همونجور که در خیلی شهرهای دیگه هم این اتفاق افتاد و اتفاقا بازتاب خبری خوبی هم همه این تظاهرات ایرانی ها داشته. نکته چهارمی که میخواستم بگم در بررسی اون چه که 22 بهمن ما انجام دادیم، که از این به بعد در چند روز آینده من سعی میکنم که بیشتر بررسی بکنیم، دو نکته خودش رو نشون میده. یکی نکته ارتباطات و اطلاع رسانیه. مشکل ارتباطات و اطلاع رسانی، یعنی وقتی که به شدت حکومت به سایت‌های ماهواره‌ای حمله کرده به حدی که رؤسای بی بی سی، وی او ای
و دویچه وله در نامه مشترکی اعتراض کردن به حکومت ایران و موانعی که در راه سر راه اطلاع رسانی ایجاد میکنه، در حالی که خود ایران از ده ها ماهواره در سطح دنیا استفاده میکنه و کسی مزاحمش نمیشه، بنابراین اطلاع رسانی ما رو دچار مشکل کرده و ارتباطات داخلیمون با فشاری که روی بستن جیمیل به وجود اومد و سایر زمینه ها، این یک مشکله که راجع به راه حلش فردا صحبت میکنیم. نکته دوم که من در بررسی مجموع گزارش هایی که اومده میبینم، مسئله اون قدرت جنبشه که ابتکار در عمل نیروهاییست که دارن کار میکنن، که این رو بیشتر فردا بهش میپردازم. هر دو موضوع رو باید راه حل هایی رو براش پیدا بکنیم، به خصوص دومی که چگونه در حفظ ضمن حفظ وحدت حرکت ابتکار در عمل داشته باشیم. تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.